این خانواده سلطنتی 600 سال در مرکز تحولات سیاسی اروپا بودند. شهرتشون هم بیشتر از این که از شمشیر زدن و جنگاوری و اینها بیاد، از دیپلماسیشون میاد، از ازدواج‌های استراتژیکشون میاد و از این میاد که قلمروشون رو بزرگ میکردن، گسترش میدادن بدون اینکه از قدرت نظامی استفاده کنن. و این خیلی حرفه برای یک خاندانی که اولین امپراتوری رو در دنیا ساخت که خورشید توش غروب نمیکرد. تو این ویدیو داستان مهمترین امپراتوری تاریخ اروپا رو تعریف میکنم که خیلی برای ما غریب است. داستان خاندان هابسبورگ. من وین رو که دفعه اول دیدم خیلی تعجب کردم. شهر خیلی قشنگه، خیلی باشکوه، خیلی غنیه از نظر تاریخی و فرهنگی و اینها، و من نمیتونستم بفهمم چرا، چون شهرهای اینطوری رو انتظار داشتم که بالاخره پایتخت قدرت‌های بزرگ باشن، مثلا روم، پاریس، لندن، اینا پایتخت کشورهایی هستن که حالا یا امروز خیلی قدرتمندن یا حداقل روزگاری بودن. ولی از اتریش همچین تصویری نداشتم و نمیفهمیدم که چرا، چی شده که وین انقدر باشکوه شده. و مثل خیلی چیزهای دیگه، اینم البته برمیگشت به کم بودن اطلاعات من، در نتیجه رفتم یه مقداری تحقیق کردم، یه خورده خوندم و یه خورده دیدم از تاریخ اروپا بهتر شد. بعد دوباره رفتم وین رو دیدم، این بار نه به عنوان پایتخت کشور اتریش، بلکه به عنوان شهری که 550 سال 5 قرن و نیم پایتخت امپراتوری بزرگی بوده که بر کلی از سرزمین‌های اروپای مرکزی و شرقی حکومت می‌کرده. یک پادشاهی عظیم، قوی، هنردوست، سیاستمدار و البته پر از قصه‌های جالب، هم برای کسایی که تاریخ رو دنبال می‌کنن، هم واسه اونایی که اصلا داستان‌های رسوایی سلطنتی و شایعات درباری و سلبریتی‌ها و اینها رو دوست دارن. بالاخره 6 قرن از وین حکومت کردن، نمیشه که مثلا چند تا گاسیپ از توش در نیاد. ولی درباره خاندان هابسبورگ خیلی خیلی میشه صحبت کرد. خاندان هابسبورگ اتریش و امپراتوری اتریش و بعداً امپراتوری اتریش مجارستان. هم داستانشون رو میگیم، داستان اوج قدرتشون رو میگیم، چند تا از امپراتورهای معروفترشون رو میگیم یا مهمترشون به نظر من رو میگیم، و هم از اون داستانه حاشیه‌ای چند تا رو آخر ویدیو تعریف میکنیم. گفتیم دودمان هابسبورگ اتریش بیش از 600 سال در قدرت بودن. البته میگیم هابسبورگ اتریش، اصالتشون مال اتریش نیست، اصالتشون مال یک جایی در سوئیس امروز، و بر یک همچین وسعتی در دوران اوجشون حکومت میکردن، در یک امپراتوری بسیار وسیع و بسیار قدرتمند. پادشاهی بودن کاتولیک مذهب که با از یه جای کوچیکی هم شروع کردن. یک دوکی بودن در ایالتی در سوئیس امروز، اسمشون رو هم، یه نام خانوادگی خانواده هم از قلعه در این منطقه آمده، اسم قلعه بوده هابسبورگ که همچون چیزی، دژ شاهین، و اینا هم شدن مثل هابسبورگ. قبل اینکه از این خانواده شروع کنیم، ولی یه نگاه اول بکنیم که در چه اوضاع احوالی اینا بالا آمدن و قدرت گرفتن، چون بدونیم داریم درباره چه دنیایی صحبت میکنیم. توی تاریخ فرانسه دیدیم که نوادگان شارلمانی قلمرو امپراتوری فرانک رو سه قسمت کردن، شد فرانک باختری، فرانک خاوری و مثلا فرانک مرکزی. اونجا ما رفتیم سراغ فرانک باختری، فرانک غربی، که گفتیم بعدا میشه داستان فرانسه و اینا. حالا اینجا یه خورده باید از شرقش بگیم، جایی که رسید به لوی جرمنی. در این منطقه دوکنشین‌های مختلفی بودن، ایالت‌های مختلفی بودن، هر کدوم یک چیزی شبیه فرمانداری داشتن. یک کنفدراسیونی از این ایالت‌ها درست شد، امپراتوری مقدس روم بهش گفتن. حکومتی بود که خیلی مرکزیت نداشت، دونه دونه اینا بر خودشون حکومت می‌کردن، ولی یک کلیتی توش بود. تو ویدیو آلمان هم گفتیم یه مقداری پیچیده است، برای ما فهمش خیلی راحت نیست، ولی همینقدی بدونیم کلش رو بهش میگفتن امپراتوری مقدس روم، ولی هر کدومشون واقعا حکومتی برای خودشون بودن. چند قرنی اوضاع همینطوری بود و دعوای اصلی بین اینا همین بود که کدوم یکی از این دوکنشین ها بتونه تاییدیه پاپ رو بگیره، رأی بقیه صاحب رأی‌ها رو بگیره، یا قدرتش اصلا به پاپ بچربه و بتونه بشه امپراتور مقدس روم. امپراتوری مقدس روم یک کنفدراسیونی بود در اروپای مرکزی از سال 800 تقریبا تا 1800، یعنی از زمان شارلمانی تا زمان ناپلئون، یک شبکه سیاسی پیچیده‌ای که 10 قرن
در آلمان و اتریش و سوئیس و هلند و لوکزامبورگ و چک و اسلوواکی و مجارستان و یک بخش‌هایی از فرانسه و ایتالیا و لهستان امروز حکومت می‌کرد و یه جاهای بیشتری هم بعضی وقتا حتی جاهای از بالکان امروز. چرا میگیم یه جورایی؟ چون شهریاران اینها، شهریاران محلی، پرینس ها، اینا قدرتشون خیلی زیاد بود و پادشاه منطقه خودشون بودن. در واقع اینطوری نبود که بگیم یک امپراتوری که به همه اینها حکومت میکنه، اونا هر کدومشون در منطقه خودشون پادشاه بودن. پس چرا میگفتیم امپراتوری مقدس روم؟ چون اینا یه کلیت، یه کنفدراسیونی داشتن. نمیدونم واقعا حد اختیارشون چقدر بود، جزئیاتش نمیدونم، یه وقتی برام پیچیده است، ولی یک پارچگی هم توشون بود. و چرا بهشون میگفتن روم؟ به خاطر اینکه میخواستن یاد و خاطره امپراتوری روم رو زنده کنن که بزرگ بود و قوی بود. و چرا بهش میگفتن مقدس؟ چون مشروعیتش رو از کلیسای واتیکان میگرفت و از تایید پاپ میگرفت، یا حداقل ادعا میکرد و میخواست که بگه که مشروعیتم همیشه از اونجا داره میاد. بعضی وقتا میومد، بعضی وقتا هم خیلی نمیومد. منتها این ما یک امپراتوری هستیم و ما مقدس هستیم و ما روم هستیم، اینا چیزایی بود که پایه این رو درست میکرد. از زمان شارلمانی دست به دست میشد، در هر دوره هم واقعا یکی زورش بیشتر از بقیه بود، انتخابی بود البته، یکی بود که رأی بقیه رو 7 تا رأی باید میدادن، میتونست به دست بیاره و میشد امپراتور مقدس رو. اینا مشغول بودن همینطوری تا اینکه یک خاندانی در دوکنشینی در سوئیس شروع کرد به پیشروی کردن، ولی نه به سمت روم، نه برای اینکه بره برسه به پاپ. اینها پدران بنیانگذار سلسله هابسبورگ، ماجراشون با رودولف اول شروع میشه در نیمه دوم قرن 13، رفتن و پادشاه بوهمیا رو شکست دادن. شروع کردن از اون طرف زمین گرفتن، یک بخش بزرگی مثلا از اتریش امروز رو گرفتن و پایه و اساس این امپراتوری هابسبورگ در سرزمین‌های مقدس روم از اینجا شروع شد، با گرفتن بوهمیا. پایتخت اولشون هم اصلا پراگ بود، یا شاید یکی از پایتخت‌هاشون قبل از این که بشه وین پراگ بود. پس در امپراتوری مقدس روم، در سرزمین‌های امپراتوری مقدس روم، از یک دوکنشینی در سوئیس در قرن 13 اینا شروع کردن به کم کم پیشروی کردن و توسعه دادن قلمرو و قدرتشون زیاد شد. انتخاب شد پادشاهشون حالا به عنوان امپراتور مقدس روم. چی شد که انتخاب شد؟ یه دلیلش این بود که دست کم گرفتن، همین خانواده رو دست کم گرفتن، همین که خود این بابا رو دست کم گرفتن، گفتن اونقدر احتمالاً از عمرش نمونده و اینا و یه مدتی این باشه تا مثلا ما یه سری اختلافات رو بتونیم حل کنیم. ولی نه تنها 20 سال حکومت کرد ایشون، بلکه اصلا شروع کننده یک سلسله قدرتمندی شد که بسیار بسیار از پادشاهاشون بعداً شدن امپراتور مقدس روم. و یه چیزی برای من خیلی جالبه، اینا رو از این به بعد من دیگه موازی عثمانی میبینم، به خاطر اینکه شروع کارشون خیلی دور از عثمانی نیست، از نظر زمانی هم خیلی دور از عثمانی نیست، یه خود فاصله داره البته، و نظر شکلش هم عثمانی هم گفتیم که عثمانی بود که شمشیر میزد از یه بیلوکی شروع کرد، بعدن امپراتوری بیزانس رو شکست دارن، کم کم اومدن جلو. اینا هم بیشباهت به اون نیست شروعشون، در ادامه هم اینا همیشه شونه به شونه هم حرکت کردن، اومدن جلو. اوج قدرتشون هم تقریبا همزمان با هم بود در قرن 16. حوزه نفوذی هم که با هم سرش رقابت می‌کردن با هم اشتراک داشت، یه جایی در وسط اروپای مرکزی و اطراف مدیترانه. در هر دوشون مذهب هم نقش مهمی داشت. عثمانی‌ها که اصلا یه مدتی خلیفه می‌دیدن خودشون رو، بقیه وقتا هم خیلی مسلمان سفتی بودن، یعنی ادعای چیز داشتن، ادعای این که ما خلافت عثمانی هستیم یا سلطنت عثمانی هستیم داشتن. و هابسبورگی‌ها هم همینطور، اونا هم کاتولیکای خیلی سفت و سختی بودن، نزدیک به کلیسا بودند و شمشیر کشیده بودند در مقابل پروتستان ها که اوجش در جنگ های 30 ساله بود. و حالا نهایت تهش قصه شون هم با همدیگه دوشادوش هم در جنگ جهانی اول به فنا رفتن دیگه جفتشون. خلاصه پس هابسبورگی هم اینطوری شروع کردن. در هابسبورگ انتقال سلطنت البته موروثی بود، در امپراتوری مقدس روم موروثی نبود، و برای همینم یک مدتی دست هابسبورگی ها بود، یک مدتی دست هابسبورگی ها نبود، حکومتشون رو داشتن ولی امپراتور مقدس روم نبودن. اما قوی همیشه بودن تقریبا. اون وینی که دستشون بود اون موقع ایالت مهمی هم بود، هم نظر اقتصادی مهم بود، هم نظر سیاسی مهم بود. اقتصادش، اهمیت اقتصادیش برمیگشت به دانوب که توش کشتیرانی بود، مسیر تجارت بود. اهمیت سیاسیش هم یه بخشش این بود که
مرز شرقی امپراتوری روم بود دیگه، مرز شرقی بود در مقابل حالا امپراتوری بیزانس یا بعداً امپراتوری عثمانی که اینا به جز اینکه رقابتشون رو گفتیم اینا دشمن اصلی و قدرت‌های بزرگ اون موقع هم بود. خلاصه اینا یه مقداری زمین گرفتن و قدرتشون هم زیاد شد و امپراتور مقدس روم هم شدن، ولی خب قدرتشون بالا پایین میشد، مخصوصا تا دهه‌های آخر قرن 15 خیلی بالا پایین میشد، تا اینکه رسیدیم به ماکسیمیلیان اول، یکی از امپراتورهای مهمشون ماکسیمیلیان اول. داستان هابسبورگ ما می‌خوایم اینطوری بگیم که یه سری کلیات گفتیم، ولی اینطوری می‌خوایم مدلش رو درست کنیم که چند تا از آدمای مهم، امپراتورهای مهمش رو بگیم به این شکل و با این به بهانه حرف زدن درباره امپراتورهای مهم، بعضیش اسمشون اتفاقات زمانشون برای ما آشناست، بعضیام آشنا میشیم باشون، اینطوری کل داستان رو هم یک مروری کرده باشیم. اولینشون هم ماکسیمیلیان اول که جزء پادشاه‌های مهم هابسبورگیا بود و کارهایی که کرد و تصمیمایی که گرفت هم در آینده هابسبورگ اثر گذاشت خیلی و قدرت و نفوذشون رو زیاد کرد، و همین که روی اروپای رنسانسی. چطوری؟ یک بخشش با دیپلماسی و ازدواج‌های سلطنتی، و یه بخشش هم البته با جنگ و درگیری. هابسبورگیا کلا گفتیم خیلی ازدواجی بودن، یعنی ازدواج کنیم که رشد کنیم. معروف هم هست، میگن شعار خانوادگیشون بود که Let others wage wars, you fortunate Austria marry. ای اتریش خوشبخت، بذار بقیه بجنگن با هم دیگه، تو ازدواج کن و برو جلو. و حرکت اول رو هم در این سبک همین ماکسیمیلیان اول زده بود، رفت با دختری از خاندان برگندی ازدواج کرد که اینا حاکم بودن بر سرزمین‌های بزرگی از هلند و فرانسه امروز، یک خاندانی پرقدرت، پرنفوذ. با وصل شدن به اینا هابسبورگی‌ها رفتن تا لب دریای شمال. از این خانواده البته الان اسمی باقی مونده، ولی نه در دنیای سیاست. هم منطقه برگندی بالاخره منطقه‌ای هست که هست، هم معروف‌تر از اون شرابشه، و بجز شرابش رنگ قرمزی که در فارسی گاهی بهش میگیم قرمز شرابی یا اصلا رنگ شرابی، این رنگه که یه خورده فرق میکنه مثلا حالا با انگورهای دیگه، ولی اسمشون خلاصه الان به این بهانه در دنیای ما شنیده میشه. اون موقع ولی خیلی قدرتمند بودن و هابسبورگیا رفتن با اینا ازدواج کردن و بزرگ شدن و از فرانسه امروز زمین گرفتن، از کلیسا که اونم نهاد زمیندار بزرگی بود زمین گرفتن و قدرتشون کم کم زیاد شد. پس گفتیم ماکسیمیلیان اول کی میشه؟ ایشون میشه تقریبا هم عصر شاه اسماعیل صفوی. هم جنگاور بود، هم میگن قوه تخیل قوی داشت، خیال پرداز بود، یه خورده هنرمند بود، میومد تعریف میکرد صحنه ها رو، هنرمندایی میشستن اینها رو براش طراحی میکردن روی چوب، داستان زندگیش رو نوشتن، حالا نوشتن که میگیم، یعنی همینطوری طراحی کردن روی چوب هست با ابزار محدودی که اون موقع داشتن برای پروپاگاندا، ثبت هم میکردن و پروپاگانداشون هم خلاصه جلو میبردن. به هر حال امپراتور مهمیه ماکسیمیلیان اول، و نهادهای مهمی هم درست کرد، یه سیستمی درست کرد که مثلا اختلافای بین این قدرت‌های توی امپراتوری اینا با یه دادگاهی حل بشه، نه اینکه شمشیر بکشن همش روی هم دیگه، یه دادگاه داخلی داشته باشن با اون اختلافاشون رو حل کنه. پسرش رو هم فرستاد ازدواج کنه با یک شاهزادهی، شاهدختی اسپانیایی که یکی از مهمترین ازدواج‌های سلطنتی تاریخ اروپا هم هست، به خاطر اینکه در اثر این ازدواج هابسبورگیا در بر اسپانیا هم حکومت کردن. حالا بعدن شاخه اینا جدا شد، هابسبورگ اسپانیا داشتیم، هابسبورگ اتریش، ولی اونا هم هابسبورگ بودن. بعد اسپانیایی‌ها خب دم دریا هم بودن، قدرتمند شدن، در عصر اکتشاف افتادن این ور اون ور دنیا به کشورگشایی، و اینطوری شد که هابسبورگ شد اولین امپراتوری که خورشید توش غروب نمی‌کرد. وقتی از آسیا تا پرو تا آمریکای جنوبی و قاره آمریکا مستعمره داشت. خلاص وقتی تایملاین امپراتوری هابسبورگ رو می‌بینیم، ماکسیمیلیان اول یکی از مهمترین هاست، اون اول توشون، اول قرن 16. بعدم بچه‌های ایشون و نوه‌های ایشون با خاندان سلطنتی انگلیس و اسپانیا و مجارستان اینا ازدواج کردن و سرزمینشون زیاد شد، یا یعنی اینکه هم پیمان شدن با پادشاهی‌های دیگه. هم پیمان شدن یعنی چی؟ یعنی که در مقابل دشمن خارجی با اینها متحد شدن. و دشمن خارجی که کلن داریم درباره امپراتوری هابسبورگ یا مقدس روم که صحبت میکنیم، اینا
شرق و غربشون عثمانی و فرانسه هستن. حالا بعدن البته اینا با روسیه هم درگیر میشن در وقتی که روسیه خیلی قدرتمند میشه، ولی حالا ما الان کاری به اون نداریم. و دعوا هم تا یه حدی سر اینه که قدرت اصلی در اروپا کیه. در واقع اصلا سر همین دعوا هم بود که اینا امپراتوری مقدس روم رو درست کردن که دو تا منبع مشروعیت قدرت رو به هم وصل کنن، یکی اون رفرنس تاریخی به امپراتوری روم و یکی هم مشروعیتی که میخواستن از کلیسا بگیرن و اینا به هم وصل کنن که بتونن بشن قدرت مسلط کل قاره، بالاتر از فرانسه و اینور هم جلوی عثمانی رو بتونن بگیرن و بالاتر از اینها بشین. اگه برگردیم حالا به اون سالهایی که این ماکسیمیلیان حکومت کرده نگاه کنیم، واقعا میبینیم که چه کار پیچیده ایشون داشت میکرد. از 1493 حکومت کرد تا 1519. در دوره ایشونه که لوتر میاد، مارتین لوتر میاد و جنبش اصلاح مذهبی شروع میشه. در یه همچین فضایی داره خودشو به عنوان امپراتور مقدس روم جا میندازه و سعی میکنه از کلیسای کاتولیک مشروعیت بگیره و داره از این طرف هم برای اینکه در سرزمین‌هاش آشوبی به پا نشه یه مقدار آزادی مذهبی برای فعالیت پروتستان‌ها بگذاره. این کاری که خیلی از هابسبورگیایی که بعد از ماکسیمیلیان آمدن نکردن و این بعداً دامن زد به جنگ‌های مذهبی در اروپا که بسیار بسیار جنگ‌های خونینی بود. یه چیز دیگری که در این ماکسیمیلیان می‌بینیم و تا 400 سال بعدش هم هابسبورگیا تا وقتی در قدرت بودن این رو داشتن، رابطه شونه با هنر. هنر و امپراتوری هابسبورگ همه جا با هم بودن واقعا. گروه کور پسرانی درست کرد همون موقع در زمان ایشون را افتاد که هنوز هست، هنوز هست. در ویدیوی وین فکر میکنم ازش صحبت کردیم. تا آخر امپراتوری هابسبورگ هم این رابطه قوی با هنر بود، هم شرکت در کار هنری، هم پشتیبانی از هنر، هم ترویج موسیقی و نقاشی و معماری و اینها. اینم خلاصه سنگ بناش. اینطوری نیست که فکر کنیم فقط قرن آخر بود، واقعا از زمان ماکسیمیلیان هم بوده. بیایم روی تایملاین هابسبورگا، ولی نمیخوایم روی هیچ کدوم چون خیلی بمونیم، بیایم یه خورده بیایم جلوتر از روی اتفاقات مهمی که در این دوره ها افتاده بگذریم، رد بشیم تا برسیم به یک امپراتور مهم دیگری از هابسبورگ ها، چارلز پنجم، کسی که در زمان خودش احتمالاً قدرتمندترین آدم دنیا بود، قدرتمندترین پادشاه هابسبورگاس احتمالاً، و حتی بعضیا میگن قدرتمندترین امپراتور تاریخ. عناوینش رو نگاه کنیم تو ویکی‌پدیاش واقعاً تریلی نمیکشه عنوانهای پادشاهیش رو. بجز اینکه امپراتور مقدس روم بود، پادشاه سیسیلی بود، پادشاه سیسیلی و ناپل بود و مالت و اسپانیا و پرتغال، پاتریان و پشتیبان بزرگ هنر بود ایشون، فاتح شمال آفریقا بود، یعنی نه تنها بر همه تقریبا قاره اروپا حکمرانی میکرد، بخش بزرگی از قاره اروپا حکمرانی میکرد، بلکه از اون طرف دنیای جدید رو هم بجز برزیل در دنیای جدید هم رو همش ادعا داشت، در آسیا هم جای پا داشت، در فیلیپین، و واقعا یک همچین قدرت از کران تا به کرانی داشت که بیشترش رو هم بدون جنگ، یعنی با ازدواج و وراثت و اینها به دست آورده بود. و رقیبش عثمانی بود. اون شمال آفریقا که گفتیم فاتح شمال آفریقا بود، شمال آفریقا رو از عثمانی ها گرفته بود. در جنگایی که داد نقاشیش رو هم کشیدن هنرمنداش، در موزه تاریخ هنر وین هست، یک تصاویر عظیمی از سرهای بریده و البته بدنهای ورزیده. اینطوری هم کشیدنشون که میگن خودش میشست تعریف میکرد، نقاشه مثلا دسکیچ میزد. و البته پروپاگاندا، همش حواستمون باشه که اون موقع رسانه همینه، ابزار حاکم برای این که بگه من اینم و چنین کردم و چنان میکنم و اینا، همین نقاشی هاست و همین هنره و از اینم همون موقع استفاده کرده ایشون. داستانی رو داره میگه که شاه میخواد بگه، نه دقیقا اونطوری که جنگ اتفاق افتاده. میگه ما رفتیم با تونسی ها چه کردیم، با عثمانی چه کردیم. واقعا هم نقاشیه که جزئیات شو دقیق بشی از اون جنگا، جنگ قدیمه دیگه، جنگایی که چشم در چشم دشمن نگاه میکردن، از فاصله کمتر از یک دست میکشتن هم دیگر، نیزه در گردن یکی یکی، واقعا فاصله قاتل و مقتول اندازه یه دست. از اون جنگا داده کشیدن، یا حداقل نشون بده که ما اینطوری جنگیدیم و اینطوری می جنگیم و اینا. خودش این آقای چارلز پنجم، البته نگاه که بکنیم یه جایی در بلژیک امروز و نوه اون ماکسیمیلیان اوله،
در نوجوانی پادشاه شد، گفتیم ماکسیمیلیان با یک پرنسس اسپانیایی ازدواج جانده بود، پسرش رو، پسرش رفت با اونجایی که با ازدواج کرده بود، ایشون پسر همون زوج بود، بر همین از چهار طرف ارث و میراث خیلی توپلی بهش رسید و شد امپراتور تقریبا همه اروپا، شد شارلمان جدید در اروپا که نه تنها حالا سرزمین‌های سنتی هابسبورگا و امپراتوری مقدس روم رو داشت، بلکه اسپانیا هم بهش رسید. اسپانیایی که فقط اسپانیای امروز نیست دیگه، اون هست، هلند هم هست و همه مستعمره های اسپانیایی در آمریکا، یه بخشایی از ایتالیا، اینا هم جزشه. و میگیم آمریکا، یه مروری بکنیم، الان نیمه اول قرن 16 هستیم، هنوز انگلیس 100 سالی مونده که جای پاشو در آمریکا محکم بکنه، اسپانیا ادعاش الان مالکیت تقریبا همه قاره آمریکاست، هرچند هنوز نمیدونن این قاره چقدر بزرگه، ولی بیشتر آمریکای جنوبی و مرکزی و بخشی از شمالی رو مدعی هستن که دارن. و البته خب قبل از همه اینا چارلز پنجم پادشاه اتریش هم هست، که اتریش هم که میگیم فقط اتریش امروز نبینیم، اتریش هست، مجارستان هست که خود مجارستان خیلی بزرگه، بوهمیا هست، خیلی از زمین‌های شرق اروپا دست اینهاست، برای همینه که میگیم خیلی خیلی قدرتمنده و همه اینا رو تقریبا بدون خون و خونریزی راحت به دستش رسیده. البته برای نگهداریش چالش زیاد داره، با این گستردگی قلمرو در چهار تا قاره در واقع، با این همه گروه‌های قومی و زبانی مختلف، هم مرز با قدرت‌هایی مثل عثمانی و فرانسه که چشم هم دارن به زمین‌های هم مرزشون با هابسبورگ، البته که چالش خیلی زیاد داره. یه خورده فقط دقت کنیم که داریم درباره دنیای صحبت می‌کنیم که تا آمریکا رفتن، تا اونور دنیا رفتن خودش کار هر کسی نیست و اونجا جایی هم هست که ایشون هم خودش نرفت. آدم خیلی اهل سفری بود، خیلی از جاهایی رو که جزء سرزمین‌هاش بود سرکشی کرد، ولی آمریکا رو نرفت طبعا. خیلی زبون‌ها رو میگن حرف میزد، میگن میگفت که من با خدا به اسپانیایی صحبت میکنم، با زنها ایتالیایی حرف میزنم، با مردا فرانسه حرف میزنم، با اسبم آلمانی صحبت میکنم. یعنی برای هر کاری و هر جایی یک زبانی داره، یعنی زبانشو بلده. و البته خب زبان دونستن کافی که نیست طبعا دیگه، با فرهنگ مردم اسپانیایی وصل نبود و این خودش مشکل ساز بود، یک سیستم یک پارچه نتونست درست کنه. از اون طرف اون جریان اصلاحات مذهبی که گفتیم زمان ماکسیمیلیان شروع شده بود، همزمان با ایشون داشت شدت میگرفت، اوج میگرفت در آلمان. اینا بالاخره امپراتور مقدس روم بودن، یه کاری باید میکرد، یه موضعی باید میگرفت و موضعی که گرفت اتفاقا خیلی هم دل سرساز شد. واقعه معروف دایت آف ورمز مربوط به ایشونه، اون جلسه ای که لوتر رو توش صدا کردن که تو چیه اینا فتنه کردی و اینا، حرفاتو پس بگیر. اونم گفت پس نمیگیرم. اینا هم گفتن پس دیگه این خونش مباهه، هر کی گیرش آورد میتونه بکشدش، نوشته هاش ممنوعه. اون جلسه معروف دایت آف ورمز که خیلی هم اسم عجیب غریبی داره، اون رو همین آقای چارلز پنجم ترتیب داد که فتنه رو بخوابونه و البته نتونست و اون شکاف عمیق‌تر و جدی‌تر هم شد. پس چی؟ پس هم در داخل درگیری داشت اینطوری با ظهور مارتین لوتر و هم در خارج با فرانسه و عثمانی. عثمانی که در اوج اقتدارم هست، سلطان سلیم آمده رفته، الان سلطان سلیمان قانونی، سلیمان مگنیفیسنت، ایشون پادشاه عثمانی، سلطان عثمانیه. یه تلاشایی هم بود، فکر کنم قبلا هم تو ویدیوهای صفوی هم گفتیم، که هابسبورگا با ایران صفوی متحد بشن علیه عثمانی. اصلا اولین نامه رسمی که دولت ایران صفوی به یک دولت اروپایی میفرسته، نامه شاه اسماعیل انگار به چارلز پنجم به لاتین هم نوشته که توش داره زیرا به سلطان عثمانی رو میزنه که آره به این حرفای این اعتماد نیست و این میخواست با من ببنده بیام بر شما بتازیم با هم، ولی من دلم با شماست، بیا با هم بریم بهش حمله کنیم. بعدم بهش میگه که آقا من پارسال نامه دادم که یکی بیاره برای شما، نامه رو آوردن برات، مثل که جواب ندادی، فرصت از دست رفت، ما پارسال میخواستیم بزنیم، چی شد؟ چارلز هم در جوابش میگه که بابا یه لبنانی آمد اینجا گفت من نامه از طرف شاه ایران دارم. ما گفتیم خیلی خب بیار ببینیم. آورد نامه رو دیدیم، این نه امضایی داره نه مهری داره، من اصلا شک کردم این چی داره میگه. بعدم دیگه از شما انقدر خبری نشد، من گفتم شما شاید مردی، فوت کردی، رحلت کردی. و البته واقعیت هم اینه که اون موقعی که چارلز داشت نامه رو مینوشت، شاه اسماعیل دیگه مرده بود. خلاصه این همکاری و حمله مشترک و اینا نشد که بشه، سختم بود با امکانات اون روز ارتباط گرفتن برای پادشاهی صفوی
با هابسبورگیا، چون اینا باید علیه کسی توطئه میکردن که عملا بینشون نشسته بود، راه هم بسته بود دیگه. از اون طرف هم عثمانی خیلی پیشروی کرد، رفت مجارستان رو گرفت، بوداپست رو گرفته بود، دوبار تلاش کرد بره وین رو هم بگیره که نتونست، ولی واقعا مجارستانی را همه را گرفته بود. تا 150 سال بعد از اونم مجارستان دست عثمانی بود. الان میبینیم تو بوداپست حمامای ترکی و اینها هست، اینا همه یادگار همون موقع است. یا اینکه قهوه انقدر در بوداپست و در وین حتی محبوبه، اینا بی ربط به این نیست، اینا یادگار اون دوره‌ایه که عثمانی‌ها تا پشت دروازه‌های وین دوبار رفتن. حالا تو ویدیوی داستان وین و بعدن داستان بوداپست و اینا مفصل‌تر درباره‌اش میگی. این قصه سمت اروپاش بود. اون طرف در آمریکا هم گفتیم اینا دنبال این هستن که هم مسیحیت رو گسترش بدن، بالاخره امپراتور مقدس روم دیگه دنبال یک گسترش مسیحیتن، هم دنبال پول هستن و یه مقداری هم موفق هستن در این راه، ولی خب خیلی هم چالش هست، خیلی هم درگیری هست در کنار این ثروت زیادی که داره به دست میاد، از مستعمرات، از معادن، از تجارت. طلای جدید داره میاد، نقره از دنیای جدید مخصوصا داره میاد، سیستم بانکداری هلند و فلورانس ایتالیا و ایشون در نتیجه همزمان معادن طلا و نقره دنیای جدید رو داشت، سیستم بانکداری هلند و فلورانس ایتالیا رو داشت، قدرت نظامی اسپانیای اون روز رو هم داشت. منتها با همه اینها در نهایت امپراتوریش به یک وضعیت ورشکستگی رسید، از جمله به خاطر جنگ‌های پی در پی با همسایه‌های شرقی و غربیش، یعنی با عثمانی و فرانسه، از جمله به خاطر سرکوب پی در پی خیزش‌ها در آلمان و در اسپانیا و در آمریکای جنوبی و همه مشکلاتی که قبلا گفتیم، و همه اینا باعث شد که این پادشاه خیلی قدرتمند با این امپراتوری خیلی وسیع که همه چی انگار براش مهیا بود موفق نباشه. قبل از این که بمیره، بدون اینکه فشار خارجی زیادی باشه یا فشار داخلی عجیب غریبی شده باشه، دیگه قدرت رو گذاشت کنار و رفت. یعنی نه این همه قدرت گرفتنش بزرگوار شبیه بقیه بود، نه از قدرت کنار رفتنش. حالا بعضیا میگن خیلی مریض بود یا میگن خیلی خسته بود، ولی تاریخ پر از مریض ها و خسته هایی که ول نکنن. ایشون ولی ول کرد، خودش رو بازنشسته کرد از قدرت و راه حل رو در این دید که این سرزمین بزرگ رو دو قسمت بکنه. یعنی دید که واقعا شدنی نیست. شاید اسپانیا و متعلقاتش، متعلقات اسپانیا میشه هلند و ایتالیا و مستعمرات آمریکایی و اینا، رو داد به یکی از وارثینش، به پسرش. اتریش و آلمان و امپراتوری مقدس روم و اینها رو هم داد به وارث دیگرش، به برادرش. خودش هم رفت در یک صومعه در اسپانیا و دیگه اونجا دوران بازنشستگیشو کلکسیون ساعت جمع میکرد و دوتا ساعت ساز داشت با خودش، اونجا خلاصه به باغبانی و تفریح استراحت مشغول بود. تجربه موفقی نشد اداره سرزمینی انقدر بزرگ که هیچیشون واقعا تو شبیه هم دیگه نیست. سعی کردن یه مدتی کاتولیک بودن رو بکنن چسب مشترک اینا، ولی نشد. سعی کردن نظام یک پارچه مالیاتی درست بکنن، نشد. که عجیب هم نیست دیگه، 500 سال پیش که وقتی میخواسته از پرو تا اتریش رو با یه سیستم یک پارچه اداره کنه نتونسته، خب خیلی غیر منتظره نیست. ولی اینجا هم باز یه جایی بود که هنر نقش مهمی پیدا کرد. چطوری؟ اینطوری که اینا به کمک هنر تونستن یا تلاش کردن یه روایت‌های تاریخی بسازن که مثل چسب این تکه‌های جدا رو به هم بچسبونه. یعنی کاری رو که در عمل خیلی نتونسته بودن بکنن، سعی کردن در داستان‌ها بکنن و شکوه و قدرت امپراتوری رو با هنر جا بندازن که همه بخوان در کنار این قدرت با شکوه بمونن، همه بخوان زیر پرچم اینا بمونن. حالا جلوتر به رابطه هابسبورگیا با هنر برمیگردیم. بسیار رابطه جالبیه و یه خود باز کردنش فرصت بیشترم میخواد. فقط اینو به عنوان هی تلنگر داشته باشیم که اینا در طول حکومت 5.5 قرنی 6 قرنیشون بسیار رابطهشون با هنر نزدیک بود. برگردیم ولی دوباره روی تایملاین هابسبورگیا بیایم میخورده جلوتر. یه چیز دیگه هم راست، اینا عکساشون رو میبینیم، اگه میبینی یه خورده شباهت ظاهری به هم دارن، چونه ها اینطوری جلو اینا، اینم دلیل داره که آخر ویدیو دوره این هم صحبت میکنیم. بیایم جلو، یک شخصیت مهم و معروف دیگه در تاریخ دودمان هابسبورگ، ماریا ترزیا است. ماریا ترزیا ایشون هم یکی دیگه از امپراتورهای خیلی مهم خاندان هابسبورگ که 40 سال
در قرن 18 40 سال حکومت بسیار مهم می کرد از وین، از اون امپراتوری های هابسبورگ ایشون که اثر یک سری از تصمیماش الان هم در جامعه اتریش هست. مثلا ایشون بود که گفت بچه ها باید برن مدرسه، یعنی آموزش اجباری رو را انداخت در اتریش، که در نیمه قرن 18 خیلی آمدیم جلو دیگه، از یه دوره بزرگی پریدیم. چارلز پنجم همزمان بود با اوائل صفویه، ماریا ترزا که داریم میگیم رسیدیم به دوره نادرشاه در ایران. بابای ایشون چارلز ششم میشد که پسر نداشت، برای همین وقتی که زنده بود یه حکم صادر کرده بود که ماریا بشه جانشینش، دخترش بشه جانشینش. البته خیلی اول دلش نبود، انگار دیگه مجبور شد آخرش. و اینطوری هم شد که بعد از اینکه بابای مرد جنگ و درگیری بود یه مقدار، یعنی اون ایده‌ای که داشت خیلی جواب نداد، جنگ‌های جانشینی طولانی شد، با همسایه ها مجبور شد به جنگی که به رسمیت بشناسنش، مخصوصا الان یه همسایه بسیار قدرتمندی پیدا کردن اینا به نام پروس. پروس در دوران اوجش هم هست با فردریک کبیر، از این جنگ های جانشینی اینا استفاده کرده بود، آمده بود جلو، قوی تر هم شده بود و واقعا هم همین مدرسه و اینا که میگیم قبلا هم گفتیم در پروس شروع شد ایدش، اولین جایی که اجرا شده بود اونجا بود. و البته اتریش هم از جاهایی بود که خیلی زود، هابسبورگی هم از جاهایی بودن که خیلی زود این ایده را اجرا کرد. و طولانی هم جنگیدن با پروس و شکست هم خورد ماریا ترزا از پروس فردریک کبیر که اون موقع داشت میافتاد در مسیر یک قدرت خیلی بزرگی شدن، ولی جایگاهش رو در داخل امپراتوری کم کم محکم کرد با یه تصویری که من مادر این ملتم، مادر ارتش هستم. یه باری میگن اصلا بچه نوزادش رو زد زیر بغلش، همون موقعی که در جنگ‌های جانشینی بود، رفت مجارستان، رفت بوداپست، یک سخنرانی تاریخی کرد برای هیئت پادشاهی مجارها، گفت آره متحدین ما به ما پشت کردن، من امیدم به دلاوری و وفاداری شما مجارهاست، و اینطوری تونست وفاداری اینها رو هم به دست بیاره. گفتن ما از ارتش میفرستیم کنار شما بجنگی در مقابل پروس و بهت حق میدیم که از ما مالیات بگیر و جان ما فدای تو و پسرت باد. و یه ارتباط اینطوری شکل داد با مجارها که ارتباط بسیار مهمی هم شد در ادامه حکومت خاندان هابسبورگ. خلاصه پس زد، مدعیان تاج و تخت رو پس زد، شورش ها رو سرکوب کرد و بعد 40 سال حکومت کرد. مشهور دوره ماریا ترزا به این که یک سری اصلاحات اساسی و مهمی انجام دادن که در نهایت هابسبورگ رو قدرتمندتر کرد. اینم شاید واقعا از نتایج حداقل غیر مستقیم این بود که اینا پنجه در پنجه پروس انداخته بودن. دید که هم ارتش نیاز به بازسازی داره، هم جامعه، هم ساختار سیاسی و اقتصادی رو درست کردن که کارآمدتر بکنن، هم برای جامعه فکرهایی کردن. مثلا در زمینه بهداشت عمومی، مثلا مدرسه که گفتیم مدرسه رفتن رو اجباری کردن برای پسرها و دخترها، اولین شبکه مدرسه دولتی رو درست کردن. آدمی هم بود که میگن خیلی تو جزئیات دخالت میکرد، رو برنامه‌های درسی نظارت داشت و یه حالت کنترل فریکی داشت، حالا بهش برمیگردیم. ولی خلاصه مدرسه ابتدایی اجباری برای یک سطح درآمدی پایین‌تر رایگان، داریم درباره دوره نادرشاه و اینا صحبت می‌کنیم دیگه، بهداشت عمومی و نظام آموزشی در اتریش قرن 18 داریم میگیم. از کاراش اینا بود، مدرن کردن سیستم قضایی، سیستم مالی بود 250 سال پیش. مالیاتی رو که طبقه بالا میدادن یه خورده زیاد کرد، درآمد دولت زیاد شد، فشار روی دهقان‌ها و مردم کمتر شد. نباید بگیم، اینطوری که من فهمیدم، نباید بگیم که از رهبران روشن ضمیر بود، enlightened monarch نبود، اصطلاحا تحت تأثیر اندیشه های روشنگری نبود، اونطوری که مثلا فردریک کبیر در پروس بود یا کاترین کبیر در روسیه بود یا در همین هابسبورگ پسرش جوزف دوم بود، اینطوری نبود ایشون. ولی کارهای اصلاحی کرد، از جمله این که مثلا شکنجه رو سالهای آخر سلطنتش رضایت داد که محدود بشه، البته باز میگم احتمالاً تحت فشار پسرش و اصرار پسرش، ولی حذف نشد، محدود شد. زمان پسرش شکنجه دیگه غیر قانونی شد در اتریش. قدرت کلیسای مقداری محدود شد انگار، با اینکه خودش کاتولیک معتقدی بود در زندگی شخصی و میدونست و اعتقاد داشت که برای امپراتوری هم عامل قدرتی مذهب، هابسبورگ رو اعتقاد داشت که خدا انتخاب کرده برای حکومت و این حرفا، ولی یه مقداری از زمین‌های کلیسا رو منتقل کرد به دولت، تعطیلات مذهبی رو کم کرد، برای ارتش سیستم نیروگیری و آموزش مرکزی و بروزی درست کردن. خیلی برای من جالبه وقتی کارهای حکومت قرن 18 رو
مرور میکنم که تازه پیشروترین دولت اروپا نبوده، یه این چنین چیزهایی توش میبینم. و البته ایشون معروفم هست به اینکه رابطه خوبی با پروتستان ها نداشت و با یهودی ها هم نداشت، یهودیایی که کم هم نیستن اون موقع در منطقه ایشون، چون مجارستان، ترانسیلوانیا، بوهمیا، اینا در هابسبورگ و اینا یهودی های خیلی زیادی دارن. مشکلات اروپایی ها، مخصوصا اروپایی های اون منطقه با یهودی ها که اوجش حالا میبینیم بعدن در قرن 19 و 20 دیده میشه، پیشینه داره و زودتر از اون شروع شده. حالا یه جای یک فرصتی که بشه مناسبتر دربارش صحبت کرد باید این کار رو بکنیم، بخش مهمی از تاریخ اروپاستون هم. چیز دیگری که خیلی بهش معروف ماریا ترزا، حمایت از هنرمندانه، مخصوصا از موسیقیدانها. خیلی خوشنام از این نظر، موسیقیدانهای بزرگی با حمایت ایشون فرصت پیدا کردن که نبوغشون رو بروز بدن. حمایت هم اینطوری نبود که فقط حالا بیاد یه پولی بده، دعوت میکرد که برن توی برنامه های سلطنتی، توی جشن ها اینا اجرا داشته باشن، مخاطب براشون پیدا میشد، فرصت دیده شدن بهشون داده میشد توی همچین رده‌ای. خودش میرفت توی اپراها شرکت میکرد، اصلاحاتی رو که داشتن در اپرا انجام میدادن تشویق میکرد، نشان شوالیه میداد، به گلوک نشان شوالیه داد، به موزارت هم داد. البته موزارتی که 6 سالش که بود در شومبرون، در کاخ تابستانی هابسبورگ ها، کاخی که ماریا ترزا خودش در بزرگ کردنش و مهم کردنش و دکوریشنش و اینها خیلی نقش داشت، در شومبرون موزارت 6 ساله اجرا کرده بود، پیانو زده بود و همونجا ماریا ترزا بهش، به موزارت و خواهرش هدیه داده بود با لباس رسمی دربار هابسبورگ که اونم لباس گران قیمت و ارزشمندی بود، اون رو هم بهش داده بود. ایشون البته امپراتور مقدس روم نبود. امپراتور مقدس روم البته خیلی فاصله نداشت از ایشون، اون پست انتخابی بود گفتیم دیگه، اون پست رو شوهرش گرفته بود با یه سری مانورهای سیاسی و چانه‌زنی و مذاکره و البته پول خرج کردن در انتخابات 7 نفره اونجا، تونسته بود اون پست رو بگیره. یعنی زن و شوهر، یکی امپراتور مقدس روم، یکی امپراتور هابسبورگ. و از اون زوجهای سلطنتی هم بودن اینا که انگار رابطهشون با هم خوب بوده، زیاد از اینا انگار پیدا نمیشن ولی اینا رابطهشون با هم خوب بوده. نامه های عاشقانه و نامه های سیاسیشون به هم هست که من افتخار میکنم که تو رفتی رعیای اینا رو گرفتی و امپراتور شدی و از اون ور تو همه چیز منی. و واقعا نامه های دوتا امپراتور بسیار پرنفوذ و پرقدرت که در خیلی از کارها طرف مشورت هم دیگه هم بودن، نگاه کردنش جالبه. این دو نفر با هم 16 تا بچه هم درست کردن که حالا 6 تاشون در کودکی مردن، 10 تاشون به بزرگسالی رسیدن. یک پورتری خانوادگی خیلی معروفی ازشون هست، زوج امپراتور نشستن بر صندلی های پادشاهی مطمئن و شاهانه، حالا یه نورم رو صورتشونه که بیشتر بدرخشن. ماریا ترزا یه هوا بالاتر هم هست، بچه ها هم بهش یه هوا نزدیکترن که به حال نشون بده که موقعیت سیاسیش چطوریه، چون این موقعیتش اون سمبولیک مهمتره ولی نه نظر قدرت، قدرت بیشتری داره دیگه، امپراتور واقعی اتریش. خیلی پورتری جالبی هم هست، همینطوری نگاش بکنیم هی میشه دربارش صحبت کرد. پشت سرشون خب نمای ورودی شومبرون، کاخ تابستانیشونه که خارج از وین اون موقع است، دو تا آبلسک اونجا معلومه، اون پشت اون عقاب شاهین نماد پادشاهی هابسبورگ در تصویر هست. تکرار کنم دوباره، نقاشی قرن 17 واقعا کارش فقط نقاشی نیست، فقط اثر هنری داره درست نمیکنه دیگه، ابزار پروپاگاندا هم هست. یعنی باید ارزش‌های خاندان هابسبورگ رو، شکوه امپراتوری رو نشون بده. از این نقاشی نسخه‌های متفاوتی البته هست، تعداد بچه‌ها توش فرق میکنه ولی اصل قصه یکیه، نشون میده که اینا با همن، حتی مثلا فیزیکی به هم دیگه خوره، وصلا دست هم دیگه گرفتن و اینا، یعنی ما با همین، ما یکی هستیم. ثروت و شکوه و اقتدار و بزرگی هابسبورگ اینه. آدمای مهمی هم توی نقاشی هستن، توی یه نسخهش هست که ماری آنتوانت هم هست. ماری آنتوانت دختر کوچیکه این زوجه که مهمترین ازدواج خانوادگیشون رو هم ایشون کرد فکر میکنم دیگه، یعنی میشه اینطوری گفت، چون ماریا ترزا میگن صحنه گردان ازدواج های هابسبورگ بود. گفتیم هابسبورگ یا خیلی ازدواجی بودن از همون زمان ماکسیمیلیان اول، ادامه داشت این سنت توشون. در زمان ماریا ترزا یکی از نقاط اوجشه، واقعا همش دنبال این بود که بچه هاش و مخصوصا دختراش به عنوان سرمایه سیاسی استفاده کنه ازشون، برای اینکه با خانواده های سلطنتی مخصوصا کاتولیک اروپا وصلت بکنن. میگم کنترلش البته زیاد بود، واقعا کنترل، یه فاز کنترل فریکی داشت. با همین بچه هاش نامه هایی که می نویسه برای اینا و صحبت هایی که برای اینا داره، از رفتار روزانه شون
عبادت و نماز و دعا و ازدواج که قطعاً و همه اینا رو میخواد که روش کنترل داشته باشه و داره. میخوام درباره ازدواج اینا صحبت بکنیم، ولی فکر کنم یه فرصت خوبیه که یه زوم اوت بکنیم از هابسبورگ ها و از این لحظه مهم تاریخی، بیایم بیرون، بریم یکم قبل و بعدش رو با لنز کمی بازتر در اروپا حداقل ببینیم تا متوجه بشیم داریم درباره چه نقطه عطف مهمی صحبت میکنیم. اول دوره ماریا ترزایی که 40 سال حکومت کرد، اول دورش گفتیم همزمان با فردریک کبیر پروس که پروس قدرتمند شد، آمد زمینای رو هم از اینها گرفت. دامنه این تغییرات فقط در این تغییر مرز و تغییر موازنه قدرت بین هابسبورگ و پروس نبود. اروپا داشت آماده میشد که اصلا صحنه قدرت توش عوض بشه. پروس داشت میشد یک قدرت بزرگ اروپایی و جهانی. 200 سال بود در قاره اروپا دعوای قدرت بین فرانسه بود و هابسبورگ در قاره اروپا. بعد از 1750 اینا هر دو دیدن که تهدید از اون طرف مرزشون براشون جدیتره تا تهدیدی که بین خودشون هست. هابسبورگ از خوف پروس و فرانسه نگران انگلیس. اینا یه ایده هایی توشون پیدا شد که شاید باید به هم نزدیک بشیم. حواسمون باشه یه جنگ جهانی سفرومی هست، ما چند بار دربارش صحبت کردیم، اون در همین دور است. جنگ جهانی سفروم جنگ بین فرانسه و انگلیسه که جهانی شد، از آمریکا تا هند دامنش بود، حتی گفتیم جایی شعله‌هاش به بندر عباس ما هم رسید. در نتیجه این جنگی که فرانسه با انگلیس داشت میکرد و این ترسی که هابسبورگ از پروس داشت، اینا یه ایدهی پیدا کردن که به هم نزدیک بشن و این دینامیک قدرت جدیدی درست کرد در اروپا و البته در دنیا. این جنگ جهانی سفر مرزای اروپا رو توی اروپا رو خیلی جابجا نکرد، ولی جهانی بود دیگه. بریتانیایی که در این جنگ ها پیروز شد در آمریکا، در شبه قاره هند، دیگه بعد از اینا تبدیل شد به قدرت اول استعماری دنیا و قدرت اول دریایی دنیا، که در همین دوره خانم ماریا ترزا. اینو که بدونیم حالا راحت‌تر میشه فهمید که چرا ایشون میخواست به فرانسه نزدیک بشه. ایشون میخواست نزدیک بشه البته، ولی شوهرش خیلی موافق نبود و راه نزدیک شدن چی بود؟ راه نزدیک شدن ازدواج بود. یه پسرشو فرستاد با یکی از بربن‌های فرانسه ازدواج کرد، بعد یه پسر دیگه‌شو فرستاد. بعدن که شوهرش مرد سرعتش رو بیشتر هم کرد و مهمترین ازدواج رو ترکیب داد بین دخترش ماری آنتونی به فرانسه ماری آنتوانت با پادشاه آینده فرانسه لویی 16 که ماری آنتوانت همونی که معروفتر از همه است، احتمالاً ساکن ورسای شد. بعدن میگن که وقتی شورش کردن در فرانسه گرسنگان، گفتش که خب اگه نون ندارن مردم چرا کیک نمیخورن، و آخرش هم گردنش در جریان انقلاب فرانسه رفت زیر گیوتین. کلی هم فیلم و داستان و تئاتر و اینها از زندگی پر از درامش هست. و یه اشاره کردیم که شوهر ماریا ترزا مرد. شوهرش که مرد خیلی اذیت شد، خیلی افسرده شد. اصلا میگن که برنامه های جشن و رقص و آواز و اینا رو تعطیل کرد مدت طولانی، رخت عزار خودش در نیاورد یه مدت زیادی، موزارت رو هم گفت لازم نکرده بیاد برنامه اجرا بکنه و خلاصه خیلی حال خوبی نداشت. خلاصه داستانش ولی اینه که اصلاحات خیلی زیادی کرد در نظام حکمرانی. مشخصه اینطوری که کارشناسایی که روی زندگیش کار کردن میگن که موظف میدید حکومت رو که وضع زندگی مردم رو بهتر بکنه. مشاوران خیلی خوبی داشت و قدم‌های بسیار مهمی برداشت با تصمیماش برای اینکه واقعا این کار رو بکنه، کیفیت زندگی مردم رو در امپراتوری ببره بالا و قدرت امپراتوری هابسبورگ رو هم زیاد بکنه. حالا چقدر موفق بود نبود احتمالاً بستگی داره به اینکه اینا کجا بودن و چه زندگی داشتن میکردن دیگه، ولی شاید از اینکه در دوره ایشون تعداد شورش و ناآرامی در قلمرو هابسبورگ کم بوده به نسبت بشه نتیجه گرفت که در اصلاحاتش هم موفق بوده. و اینو بعدن هم که در قرن 19 هابسبورگ یا به مشکل میخورن میبینیم، چون اون موقع برمیگردن یاد و خاطره ماریا ترزا رو خیلی گرامی میدارن که مادر ملت بود و امپراتور خیلی قدرتمندی بود، تونست در ظرف 40 سال قدرت خاندان هابسبورگ و امپراتوری رو زیاد بکنه. الان در وین یک مجسمه یاد بوده با عظمتی ازش هست، نشسته بین دوتا موزه دوقلوی
تاریخ هنر و موزه تاریخ طبیعی داره وین رو 400 سال بعد از مرگش نگاه میکنه. جاهای دیگه هم در منطقه مجسمه ها و یادبودهای ازش هست که هست توی میدونهای مهم خیلی از شهر هست و میشه دیدش. خیلی واقعا پادشاهی جالب و پرقصه و مهمی هست واقعا. این کلیات رو اگه ازشون ندونیم من فکر میکنم که فهمیدن تاریخ اروپا خیلی خیلی سخت میشه. بر همین فکر کنم خوبه این مروری یه نگاه اینطوری بهشون یه بار بکنیم، بعدن هر کدوم این دوره‌ها و اتفاقا رو مثلا اگه یه حرفی ازش دیدیم، خوندیم، شنیدیم یه کمی بهتر شاید بفهمیم که چی به چی. بیایم جلوتر، بیایم برسیم به اواخر قرن 18 در اروپا. یه اشاره به ماری آنتوانت و انقلاب فرانسه کردیم. اواخر قرن 18 انقلاب فرانسه رو داریم، بعد ناپلئون رو داریم، جنگ‌های ناپلئونی رو داریم که نقشه قاره رو عوض می‌کنه، از جمله اینکه بساط امپراتوری مقدس روم رو برمی‌چینه، جمع می‌کنه و البته داستان خاندان هابسبورگ رو تمام نمی‌کنه. امپراتوری مقدس روم بعد از پیمان وستفالیا نفوذش مقداری کمتر شده بود ولی از بین نرفته بود و دو قرنی رو تقریبا همینطوری کم رنگ و کم اثر، یه قرن و نیمی همچنان حضور داشت. حالا ولی اول قرن 19 نه تنها با انقلاب فرانسه و تبعاتش این نظم و نظام اروپا یه خورده ای از بین رفته، بلکه حالا جدا از حمله نظامی به ایده این نظام‌های اشرافی و سلطنتی هم حمله شده. یعنی حتی بیشتر و پیشتر از جنگ‌های ناپلئون با خود انقلاب فرانسه و بعد حالا یه بخشی از نیروهایی که ناپلئون جمع کرد پشت خودش با همین نگاه این که رها بشیم از نظام‌های سلطنتی می‌آمدن پشتش. یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که اون سال در فرانسه افتاد فقط نقشه سیاسی اروپا رو عوض نکرد، یه چیزهای بزرگتر و مهمتری رو هم به هم ریخت. در میدان جنگ می‌دونیم ناپلئون همه رو لوله کرد تا اینکه نهایتاً تونستن یک ائتلاف گسترده‌ای درست بکنن، همه با هم اروپایی‌ها ناپلئون رو شکست بدن. شکستش هم که دادن بعد آمدن نشستن در وین، در وین پایتخت چند قرنه امپراتوری هابسبورگ که تکلیف اروپای بعد از ناپلئون رو مشخص کنن. چرا وین؟ اهمیت وین رو نشون میده، هم نظر جغرافیایی البته وسط، هم دیپلمات‌های وین ابتکار عمل داشتن و همین که یک نمادی از این بود که آره در و پیکری تمام شد، آشوب تمام شد، میخوایم برگردیم به همون نظم قدیمی که وین پایتخت با شکوه امپراتوری هابسبورگ توش خیلی جایگاه مهمی داره. و بعدش هم البته خب کیه که نخواد بره وین؟ همه دوست داشتن بیان. این کنفرانس رو هم در وین گذاشت. یک خروجی این کنفرانس وین این بود که هابسبورگ یا خب بالاخره امپراتوریشون جان به در برد، امپراتوری چند ملیتیشون جان به در برد، در حالی که خیلی هاشون ناپلئون ازشون گرفته بود، پس گرفتن، موند با هم دیگه، موند در امپراتوری هابسبورگ. بلژیک امروز البته از دست دادن، ولی خب در ایتالیا و اروپای مرکزی و شرقی اونها یه چیزایی هم به دست آوردن، اصلا قدرت مهمی موندن در اروپا. با اینکه پروس قدرت بزرگی شده بود در سرزمین‌های آلمان امروز، اینا تونستن همچنان نقش مهمی اونجا داشته باشن. همه مشکلاتشون البته حل نکرد، مشکل اینها زیاد داشتن، برای بعضی از مشکلاتشون فکر دیگه‌ای کردن، اومدن یک پیمانی بستن با روسیه و پروس، خاندان‌های سلطنتی قدیمی اون منطقه اروپا، که در مقابل جنبش‌های انقلابی مثلا محافظتشون بکنه. حواسمون هست دیگه، اینا همه ترسشون از اینه که وضعیتی که در فرانسه به وجود آمده و جمهوری و سلطنت رو کدار بزنیم و اینا به بقیه اروپا هم کشیده بشه. میگفتن ناپلئون رو عقب زدیم ولی حرکت‌های اعتراضی در مقابل نظام‌های سلطنتی اینا ادامه داشت. با انقلاب فرانسه شروع شده بود و همه خاندان‌های سلطنتی اروپا اینو تهدیدی می‌دیدن برای خودشون. و حالا این حرکت‌های اعتراضی یک رنگ و بوی ملیتی و ملی هم داشتن می‌گرفتن. در اروپای قرن 19 نشنالیسم رشد زیادی کرده بود. ایده های انقلاب فرانسه با جنگ های ناپلئونی به بقیه اروپا هم رفته بود، مخصوصا ایده ملیت، یک ملت بودن. دوران رمانتیسیسم هم هست در هنر، دوره‌ای که اصلا اندیشمندا و هنرمندا و اینا هم دارن بعضیشون از روح ملتشون حرف میزنن، روح ملت آلمان، روح ملت ایتالیا. و وسط قرن این ایده های مختلف جرقه انقلاب‌های متعددی رو میزنه در سرتاسر اروپا. وسط قرن 19 یعنی که یعنی 1848، انقلاب‌هایی که البته عمدتاً یا در واقع همشون
ناموفق هستن. منتها مشخصه که یک چیزی در اروپا شروع شده. همون چیزی که در دهه‌های آخر قرن دو تا نتیجه بارزش میشه تشکیل کشورهای آلمان و ایتالیا. ملت آلمان جرمنیک پیپل و ایتالیان پیپل، اینا کشور خودشون رو حالا درست میکنه. بعد از قرنها که کشوری نبودن، حالا با همدیگه میشن یک کشور، یک ملت. این بسیار مهم بود در تحولات قرن 19 اروپا. یه اتفاق دیگه که اون موقع داشت میافتاد این بود که انگلستان و یه بخشایی از غرب آلمان داشتن صنعتی میشدن. این صنعتی شدن هم ما الان تهش رو میدونیم، آخرش رو میدونیم که خوب بود، ولی وقتی داشت اتفاق میافتاد تغییر بزرگی بود، داشت سیستم جامعه رو به هم میریخت. آدمهای بیشتری داشتن شهرنشین میشدن. یه بخشای بیشتری از جامعه الان دیگه با پادشاهی مطلقه و خودکام و اینا مشکل داشتن. و همه اینا رو بذاریم کنار هم، آدما دارن شروع میکنن به مفهوم ملیت فکر کردن. آدما مشکل اقتصادی دارن. توی امپراتوری چند ملیتی مثل هابسبورگ این مسئله خیلی بزرگتره. وقتی میگیم به ملیت فکر میکنن، هابسبورگ خیلی درگیر انقلاب‌ها شد. حالا هم در خود اتریش هم مجارها داشتن به ملیت خودشون فکر میکردن. چکا به ملیتشون فکر میکردن. ایتالیایی‌ها فکر میکردن. کروات‌ها فکر میکردن. و دیگرانی که اینا همه خودمختاری میخواستن، استقلال بیشتر میخواستن از هابسبورگی ها. و بزرگترین مشکل البته The German Question، مسئله مردمان آلمانی، مردمان جرمن، مردمانی که دولت یک پارچه نداشتن در سرزمینشون و حالا داشتن اینطوری پیشرفتن میکردن و پروس هم از اون طرف و اتریش از این طرف میخوان بیشترین اثرگذاری رو اونجا داشته باشن. ترکیب همه اینا با شرایط اقتصادی بدی که اونم یه بخشش به خاطر انقلاب صنعتی بود، کارو رسون به انقلاب‌های 1848 ببخشید. بهار ملت‌ها میگن به این انقلاب‌ها، Spring of Nations. عموما هم میگم ناموفق بود در امپراتوری هابسبورگ که همشون ناموفق بود. هم اونایی که استقلال می‌خواستن سرکوب شدن، هم اتریشی‌هایی که می‌خواستن پادشاهی مطلقه رو یه خورده قید بهش بزنن و مشروطش بکنن، در کوتاه مدت هابسبورگی‌ها همه رو سرکوب کردن با کمک متحد اون موقعشون روسیه. ولی با درایت پسنگر تاریخی وقتی امروز نگاه کنیم، به گذشته نگاه کنیم، دیگه نمیگیم اون انقلاب باطل بود، به هیچ جا نرسید، چون اتفاقات دهه های بعدش رو میبینیم، میفهمیم که بی نتیجه نبوده. اون موقع سرکوب شد، به نظر میرسید به هیچ جا نرسیده، ولی برای مدتی اینطوری بود. در خود اتریش یه نتیجهش این بود که امپراتور عوض شد. یعنی برگردیم دوباره رو تایملاین هابسبورگی ها، الان اینجا هستیم. امپراتور کسی بود به نام فردیناند اول که معروف بود به این که ضعیفه و ابزار دست قدرتمندان و اینها. اصلا میگن وقتی که دید مردم دارن انقلاب میکنن تعجب کرده بود که مگه مردم اجازه دارن انقلاب کنن؟ وضع بزرگوار، وضع خیلی پرتی بود. آمدن گذاشتنش کنار، گفتن شما خسته شدی، برو بازنشستگی، برو استراحت کن. برادرزاده 18 سالش رو کردن پادشاه، که این پادشاه جدید شد یکی دیگه از امپراتورهای بسیار مهم در تاریخ امپراتوری هابسبورگ، فرانس جوزف، که 68 سال امپراتور بود، رکورددار از این نظر در هابسبورگ، و در دوران بسیار مهمی هم پادشاه بود و البته نتونست جلوی زوال امپراتوری رو بگیره. نهایتاً قدرت مطلقه رو یه مقدار راضی شد که کم بکنه، قانون اساسی بنویسن و پارلمانی تشکیل بدن، و پارلمانی که البته ازش متنفر بود، پا توش نذاشت. پارلمان رو زمان ایشون ساختن، همه جا تو همه اتاقا تقریبا اسمش یه جایی هست، فرانس جوزف اول، در واقع امضاش همه جاش هست، ولی هیچ وقت حاضر نشد توی ساختمان پارلمان بره. و البته به جز این تغییرات ساختاری که اتفاق افتاد، یک بخشهایی از امپراتوری هابسبورگ هم از دست رفت. یه قسمتایش رو در مقابل ایتالیا از دست داد، یه قسمتای بیشتری رو در مقابل آلمانی از دست داد که در واقع متحد شد زیر یک پرچم با پروس. و بعد از این جنگ ها در شرایطی که ضعیف هم شده بود، مجبور شد به خواسته مجارها هم که استقلال می‌خواستن تا حدی تن بده، و هرچند استقلال بهشون نداد ولی شریکشون کرد در امپراتوری هابسبورگ. اسم مجارستان آمد کنار اسم اتریش و امپراتوری شد از اون به بعد امپراتوری اتریش مجارستان. البته فقط اسمشون نیومد دیگه، اصلا شدن یک نظام پادشاهی، نظام سلطنتی با دو دولت مجزا، با تقسیم وظایفی. مجارستان پارلمان خودشو داشت، پادشاه داشت، سیستم حکومتی داشت، حتی واحد پولش جدا شد،
ولی ارتشش مثلا جزی از ارتش امپراتوری اتریش مجارستان بود و به فرمان پادشاه اتریش در سیاست خارجی هم فرمون دست اتریش بود. امپراتور کل قضیه البته فرانس جوزف امپراتور اتریش بود. امپراتور اتریش مجارستان بود. منتها گویا مجارا هم رابطه خوبی باهاش داشتن و گروه های دیگری از ملی و قومیتی دیگه، چون آزادی هایی بهشون داده بود به نسبت و اینها دیگه راضی شده بودن. حتی وضع پروتستان ها و یهودی ها هم در زمان فرانس جوزف انگار خیلی بهتر شده بود. حالا اینکه چقدر مستبد بود چقدر نبود یه مقداری متفاوت میگن مورخ ها، که احتمالا البته عجیب هم نیست برای کسی که نزدیک 70 سال حکومت کرده دیگه. اگه کسی از 70 سال پیش تا حالا حکومت میکرد، یعنی از زمان مصدق پادشاه بوده هنوز پادشاهه. 70 سال برای یک نفر خیلی زیاده بود. ولی یه چیزی رو که مخالف و موافقش میگن اینه که خیلی آدم پرکاری بود برای پادشاه، که لااقل تو ذهن ما مثلا بر من یه خورده عجیب بود که امپراتور ساعت 4 صبح پا میشده میرفته میشسته پشت میز کارش و مشغول کار میشده، نه اینکه فقط دستور بده، واقعا کار میکرده، کاری که از یک استیتسمن انتظار داریم انجام میداده، چیز میخونده، تصمیم میگرفته، آدم میدیده. برگردیم به این داستان استقلال مجارستان، چون اینجا آدمهای دیگه هم پاشون میاد وسط و داستان جالبی میشه. زمان ایشون البته اینا جلوی پروس شکست خوردن، مسائل ملی گرایی اینها هم بود، ولی یه داستان دیگری داره برمیگرده به زندگی خصوصی فرانس جوزف. این از اون داستان هاست که تا امروز هم سوژه گاسیپ و سریال و داستان های عامه پسند و پرطرفدار هست. ایشون یک همسری داشت به نام الیزابت. الیزابت معروف به سیسی، اهل مونیخ باواریا، که البته دختر خالش هم بود و از همون موقع تا امروز داستانش پر آب و تابه و آمیخته با افسانه که چه دختر قشنگی بود. 15 سالش بود البته موقع ازدواج. چقدر شیرین بود، چقدر بازیگوش بود، چقدر خوشگل بود، چه کمر باریکی داشت، چه کمالاتی داشت، چه ملاحتی، چه اهل ورزش بود، چه مردم دار بود، با خدم مهربون بود، عاشق شوهرش بود و خیلی خیلی این قصه داره. بعد این خانم عروس جوان میاد و محبوب مثلا شهر و محبوب پادشاه و اینا، میاد در کاخ پادشاهی با مادر شوهرش، یعنی با ملکه مادر که اصلا امپراتور رو هم خودش بزرگ کرده، میونش شکراب میشه، یعنی میونش اصلا از اول خوب نیست. حواسمون به دنیا هم باشه، اوضاع پادشاهی ها گفتیم متلاطمه، همه نگرانن که این موج استقلال طلبی و جمهوری خواهی و مشروط خواهی و ملی گرایی و اینا بیاد بنیادشون رو بکنه و این خانم ملکه مادر مهمترین کار خودش رو این میدونه که از این امپراتوری، از این نهاد 500 ساله مراقبت بکنه. چطوری؟ یه طور، یکیش اینه که امپراتور خوب و درست تصمیم بگیره، سرش به کار زندگیش باشه، و دو اینکه حواسش به پرورش جانشین باشه. برای همین عروسی میخواد که بیاد پسری به دنیا بیاره، نه اینکه یه عروسی بخواد بیاد اینجا و پارتی کنه و خوش بگذرونه و در بند آداب و رسوم دربار نباشه و با مردم باشه و این چیزها رو نمیخواد. تا یه جایی که خود فرانس جوزف هم که اول خیلی عاشق و دلباخته همین شیطونیای سیسی شده بود، کم کم سرش به کارهای دیگه گرم میشه، فشارهای مادرش هم هست، رابطه اینها سرد میشه و بعد اصلا سیسی شروع میکنه بیشتر و بیشتر مسافرت کردن. کلا انگار هرچی تو کاخ سختش بود که بمونه، بیرون بهش خوش میگذشت. بین مردم محبوب بود، نه فقط در وین، بین مجارها خیلی محبوب بود. یک داستان واقعا پرپیچ و خم و دراماتیکی داره زندگیشون. همش باید بگم لابلای هزار یک افسانه پیچیده شده، خیلی راحت نیست که بفهمیم چقدرش واقعی چقدرش نیست. منتها به نظر میرسه که سیسی پلی شده بود بین وین و بوداپست، بر همینم من اینجای قصه گفتم، چون مهمه در شریک شدن مجارها در امپراتوری. رفته بود سیسی اصلا مجاری یاد گرفته بود، لباس مجاری میپوشید، رفتن اونجا تاجگذاری کردن اصلا با فرانس جوزف، با رهبر جنبش استقلال مجارستان، کسی که بعداً بعد از اینکه یکی شدن شد اولین نخست وزیر مجارستان، خیلی رابطه دوستانه و نزدیکی داشت و همه اینا باعث شده بود که مجارها دوستش داشته باشن و تحسینش کنن به خاطر هوشش و شجاعتش و رفتارش و قشنگیش و همه چی، و براشون نماد آزادی و پیشرفتم باشه. خیلی هم دنبال حقوق ملیت‌های مختلف انگار بود در امپراتوری، هم مجارا، هم کروات ها، هم چک ها، هم رومانیایی ها، هم سربا، و این هم تأثیر داشت در اون نگاه همدلانه‌ای که انگار فرانس جوزف به اینها داشته. اهل شعر بود، اهل هنر بود، خودش روتین پوستش معروف بود اون موقع. میگم همچنان موضوع جذابی، شخصیت جذابی، حتی الان توریست
توریستایی که میرن وین یا حتی میرن بوداپست دنبال رد پای سیسی میرن، موزهشو میرن توی کاخ میبینن و پر از داستانه. فیلمای معروفی دربارش ساخته شده، سریال هنوز دربارش ساخته میشه. و سرنوشت تلخی هم داشت. بچه دار شد، بچه‌اش رو مادر شوهرش و خانمای دربار رو اینا بزرگ کردن. خودش بیمار شد، هم روانی بیمار شد، هم جسمی بیمار شد. یه بچه‌شون هم در جوانی از دست رفت، خیلی تراژیک مرد یا خودکشی کرد. و خودش هم آخرش سال 1898 آخر قرن 19 ترور شد در ژنو سوئیس. یک آنارشیست ایتالیایی که با خاندان سلطنتی مشکل داشت آمد سیسی رو کشت. خلاصه ولی حضور ایشون در خاندان سلطنتی هابسبورگ بی تأثیر نبوده قطعا در امتیازی که مجارها تونستن از هابسبورگی ها بگیرن. و مرگش هم البته برای فرانس جوزف خیلی دردناک بود. اول پسرشون اونجور، بعد سیسی اینطور، و بعد البته فرانس جوزف برادرزادش رو هم که ولیعهد جدید بود باز در یک حمله تروریستی دیگری از دست داد. که این حادثه البته برای ما آشناست، اینو داستانشو میدونیم، بارها ازش حرف زدیم، همینجا ما داستانشو تعریف کردیم. همون ترور مشهور سارایوه، شاید پرتبعات ترین گلولهی که در طول تاریخ از تپانچه آمده بیرون، تروری بود که فرانس فردیناند رو در سارایوو باهاش کشتن و شد جرقه شروع جنگ جهانی اول. خود این ترور هم الان که داستان هابسبورگا رو یکم میدونیم یه مقدار برامون روشن‌تر میشه دیگه، چون ایشون در سارایوو ترور شد به دست ملیگرایان سرب. گفتیم اینا خب ملیت‌های مختلفی که توشون بودن دیگه خیلی مشکلشون زیاد شده بود دیگه. حالا اینکه وضع اینا در امپراتوری چطور بود، بد بود، خوب بود، به تحریک بریتانیا تقویت شدن، حرکت کاملا داخلی بود، اینا جزئیات پیچیده‌ای که واقعا الان موضوع ما نیست. فرانس جوزف رو گفتیم که نزدیک 7 دهه حکومت کرد، از دوران سخت و ناآرام میانه قرن 19 رد شد، تلاش‌های موفقی در مدرن کردن زیرساخت‌های امپراتوری داشت، مخصوصا با راه آهن. در سیاست خارجی با آلمان و ایتالیا هم پیمان شد که همینم البته دیدیم بعدن در همین اتحاد نسخه‌شون همه با هم پیچیده شد، امپراتوری اتریش مجارستان هم در کنار امپراتوری آلمان، در کنار امپراتوری روسیه، در کنار امپراتوری عثمانی، اینا شدن امپراتوری‌های دنیای قدیم که از پیچ تاریخی جنگ جهانی اول رد نشدن و منحل شدن. فرانس جوزف ولی امپراتوری خلاصه تونست حفظ کنه، یا میتونیم بگیم از بین رفتنش رو یک نیم قرنی به تأخیر بندازه. حالا این با نگاه خیلی مثبت و خطا پوشه. میتونیم هم بگیم که جلوی اصلاحات اساسی رو گرفت، پارلمان رو، دموکراسی رو جدی نگرفت و زمینه ساز سقوط شد. پارلمانی که البته واقعا بهش فکر بکنیم متوجه میشیم چه جای عجیبی بوده. اصلا چه دولت عجیبی بوده، دولتی با این همه ملیت‌های مختلف توش. این منطقه هایی که اون موقع بودن و در پارلمان نماینده داشتن، هیئت نمایندگی داشتن، اینا هر کدوم یه کشورن الان با پارلمان خودشون و مسئله های پیچیده خودشون. یه تصویری از پارلمان امپراتوری اتریش مجارستان هابسبورگ اواخر قرن 19 من دارم توی یادداشتی که مارک توین نوشته. مارک توین نویسنده آمریکایی آخر قرن 19 یک سفری کرد به اروپا، سفرنامه نوشت. واقعا چیزی که نوشته هم خوندنش بامزه است، چون نویسنده خیلی بامزه‌ای بوده و همین که دید خوبی بهمون میده از اینکه اون روزگار چه شکلی بوده. البته خب از چشم ایشون دیگه، مخصوصا وقتی درباره پارلمان اتریش حرف میزنه انقدر میگه این آشوبه، انقدر میگه بین اینا تنش هست، گروه هایی که از قومیت ها و ملیت های مختلف اینجا نشستن، هر کدوم نماینده ها به زبان خودشون حرف میزنن. تو پارلمان میگه 11 زبان صحبت میشه. به زبان سیاسی امروز بخوایم صحبت کنیم، آلمانیا هستن، چکا هستن، اسلوواکا هستن، رومانیایی هستن، کروات ها هستن، ایتالیایی ها هستن، لهستانیا هستن، اوکراینیا هستن، سلوون ها هستن، سرب ها هستن، کلی اختلاف و کلی دستبندی و مانورای سیاسی پیچیده. و میگه توی یک نشست پارلمان نماینده ای از چکا 12 ساعت یه بند حرف زد، که رکورد یه بند حرف زدن رو میگه از زمان اختراع کلمه تا به اون روز رکورد البته دست خودش بود قبلا، اون رکورد رو هم شکست. 2 روز و 1 شب اون جلسه میگه طول کشید، جلسه 33 ساعته بی نتیجه. خیلی جزئیات جالب و مفیدی میگه، حالا هم از
این هم از معماری داخلی پارلمان، صندلی‌ها چطوریه، کی کجا میشینه، چطوری حرف میزنن. اگه واقعا علاقه و حوصله دارین پیشنهاد میکنم که این رو هم ببینیم. دوره فرانس جوزف و اواخر قرن 19 از نظر فرهنگی هنری هم دوره پر رونقی شد. وین اول 20 قرن 20 خیلی پر رونقه از نظر علم، هنر، معماری، از نظر چیزایی که ساختن، رینگشتراسه، پروژه‌های شهرسازی عظیم، محیط دانشگاهی، آدمای مهمی که در صحنه هنری بودن. توی ویدیوی وین درباره اینها صحبت کردیم. اینا دستاورد این دوره است. هم وین هم بوداپست هم رونق زیادی اون موقع گرفت وقتی پایتخت دوم امپراتوری شد و آثار اون دوره رونق و شکوه همچنان بر چهره بوداپست هم هست. بعدم که گفتیم دیگه رفتن توی جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی اول دیگه اینا هر کدوم بر خودشون جدا شدن کشوری، از مجارستان، چکسلواکی در واقع، لهستان، رومانی، سربستان، کرواسی، اسلوونی، ایتالیا، اینا همه دنبال استقلال بودن. تهش دیگه بعد از جنگ فقط اتریش موند دست هابسبورگ و اونم البته مدت زیادی طول نکشید. بعدش امپراتور دیگه رفت به تبعید، اتریش هم جمهوری شد. به هابسبورگی ها هم گفتن، به خانواده هابسبورگ هم گفتن که اگر میخواین در اتریش بمونین باید بگید که ما هیچ ادعایی نه به نسبت به سلطنت و پادشاهی داریم، نه روی مالکیت زمین هایی که مال خاندان هابسبورگ بوده ادعا داریم. اگر اینو نمیپذیرید باید بگذارید برید و اینطوری کامل از صحنه سیاست حذفش میکردن. و هرچند بعدن اینا دوباره برگشتن، شروع کردن کار کردن علیه رژیم نازی زمان هیتلر فعالیت میکردن، بعضیاشون در جنگ شرکت کردن، جزئی از آریستوکراسی اروپایی خودشون رو نگه داشتن. بعد از این مدتی اون ممنوعیت‌ها هم براشون البته برداشته شد، تونستن برگردن اتریش از دهه 60. و یه چیز خیلی جالب، خیلی جالب برای من، اون کسی که آخرین ولیعهدشون بود، آخرین ولیعهد امپراتوری هابسبورگ، امپراتوری اتریش مجارستان، بعدن هم در سیاست فعال موند، حتی آخر قرن 20 تا قرن 21 هم زنده بود، عضو پارلمان اروپا شد. بعدن در طول جنگ سرد خیلی فعالیت میکرد برای اینکه این ملت‌های اروپای شرقی پشت پرده آهنین رو، پشت پرده آهنین مونده رو بهشون، دربارشون کتاب مینوشت. از کسایی بود که میگن معمار این اروپای متحد بود. 98 سال زندگی کرد تا 2011 زنده بود. بعدم که مرد مراسم ختمش هم توی همون کلیسای سنت استیون گرفتن که خیلی از پادشاهای هابسبورگ مراسم‌های ختم و ازدواج و ایناشون همشون اونجا برگزار شد. خیلی داستان پرفراز و نشیب و جالبی داره خاندان هابسبورگ. حتی میگم داستان ایشون که اصلا هیچ وقت پادشاه نشدم جالبه. سه تا نکته جالب میخوام آخر ویدیو درباره هابسبورگ بگم و بعدم اون چیزی که درباره چونشون گفتم. یکی رابطهشون با هنر. رابطه اینا با هنر این فقط مال قرن‌های آخر نیست، از زمان رنسانس هم بود. وین جایی بود که هنرمندا و دانشمندای زیادی رو جذب می‌کرد. اینا حامی هنر بودن، مجسمه‌ساز و نقاش و موسیقیدان و نوازنده و خواننده اونها حمایت می‌کردن، واقعا در یه سطحی که توی خانواده‌های سلطنتی دیگه نمی‌بینی. و البته براشون فایده سیاسی هم داشت چون ابزار پروپاگاندا بود، اون تصویری رو که می‌خواستن کمک میکرد نشون بدن. و همین که عامل وحدت بخش درونیش بکنن این رو با اپرا، با آثار هنری، چسب این امپراتوری چند ملیتی خودشون بکنن. یه بار ماریا ترزا یه سریال اپرایی سفارش داده بود به موزارت برای مراسم تاجگذاری پسرش. اپراهای مثلا سفارش می‌دادن که تو داستانش هابسبورگا قهرمانان با فضیلت و پارسایی هستن که از مسیحیت محافظت می‌کنن، دنبال صلح و عدالتن، یه وقتایی در مقابل پروتستان‌ها، یه وقتایی در مقابل مسلمان‌ها. وقتی وین در محاصره مسلمان‌های عثمانی بود یه اپرایی ساختن که داستانش اینه که مثلا یه سیب طلایی خدا میده به اون قهرمان شایسته‌ای که داره تاییدش میکنه، یعنی در اینجا مثلا میده به لئوپولد. در اوج قدرت خلاصه اینطوری هستن. در روزگار زوال هم حامی هنر بودن. تو بعضی از ساختمان‌های مهم وین نقاشی مثلا روی دیوار رو میبینیم کلیمت کشیده. از هنر واقعا حمایت میکردن و ازش استفاده میکردن و خودشون هم اهل هنر بودن، خودشون هم بعضیشون کارهای هنری میکردن. ماریا ترزیا میگن میخوند، بعضیاشون پیانو میزدن، آهنگسازی بلد بودن و مثلا آهنگسازی بلد بود شاهزاده و معلمش بتوون بود. از موزارت گفتیم حمایت میکردن. بتوون یک پیشنهادی گرفته بود از برادر ناپلئون بره فرانسه مدتی، یک سمت بالایی هم بهش بدن مثلا در دربار اونجا بمونه. قبول هم کرده بود اول، ولی امپراتور اومد دو تا دیگه از اشراف وین رو راضی کرد، گفت ما پول بذاریم رو هم، حقوق بالاتری بدیم به بتوون که نگهش داریم اینجا. و همین کارو کردن، ستایی یک مقرری قابل توجهی برای بتوون گذاشتن فقط برای اینکه بمونه وین، که حالا بعد حالا هر چقدرم کار کرد
کرد در آورد دیگه، نوش جونش. به نظر من رابطه شون با هنر خلاصه رابطه جالبی. این نکته اول. نکته دومی که برام جالب بود این بود که امپراتوری هابسبورگ خیلی شبیه امپراتوری دیگه نبود که یک واحد سیاسی یک پارچه باشه، بیشتر شبیه بود به یک مجموعه ای از سرزمین هایی با سطوح مختلفی از خودمختاری که افراد مختلفی از یک سلسله واحد، از یک خاندان واحد داشتن ادارهشون میکردن. اینو مثلا مقایسه کنیم با امپراتوریای روم، با عثمانی یا بریتانیا قبل از استعمار. اینا متمرکزتر، متحدتر، یک سیستم حقوقی و مدیریت مشترک داشتن. هابسبورگ نداشت واقعا. امپراتوری هابسبورگ بیشتر وقتا یک پادشاه یا یک رهبر نداشت، داشت، ولی اون اصل قصه، اصل و نسب خانوادگی مشترک اینا بود در سرزمین‌های پراکنده. و نکته سوم، نکته آخر، همون چیزی که گفتم درباره ویژگی ظاهریشونه، یه تقلبی هم از شاید باش بتونین دیگران رو تحت تاثیر قرار بدین. مثلا یه پورتری از یک پادشاه اروپای قرن 19 دیدید رو هوا بزنید که این هابسبورگ احتمالا. به این برمیگره که گفتم اینا خیلی ازدواجی بودن، توی خانواده سلطنتی بمونیم و اینا بودن. خب این در دراز مدت معنیش میشه که تنوع ژنتیکی در اینا کم میشد دیگه، چون چقدر مگه خانواده سلطنتی دورشون بودن که اینا حالا کاتولیک هم باشن اینا بتونن باشون ازدواج کنن. اینها الان که نگاه میکنیم میبینیم یک سری ویژگی هایی فیزیکی خیلی هاش حتی و یک سری مشکلاتی توشون بیش از حد معمول بوده به خاطر اینکه هی تو هم ازدواج میکردن. از جمله معروف تریناش فک هابسبورگیه. حالا البته بعضیشون میگن که صورتاشون شکلای خیلی دیگه هم داشته، برای اینکه بپوشوننش ریش بلند میذاشتن یا پورتره ها رو مثلا خیلی قشنگ تر از اونی که بودن میکشیدن اینا. ولی این چکن رو تقریبا هر جایی توی پورتره ها پادشاهی دیدیم که دیدیم چونش خیلی جلوه، میتونیم با احتمال بالایی بگیم که این احتمالاً از هابسبورگ هاست و اینطوری خلاصه امتیاز این مرحله رو مال خود کنیم.